سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان. خیلی ممنون خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟ مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم، همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم. تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟ آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جمع به های گوناگونی حیات جمعیتی تاثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظم درباره موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطری وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم. از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟ ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم. در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند با شما؟ بعضی از نگرانی های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه ها یا رسمیات دینی می باشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله به قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود، همچنین دسترسی به ادبیات دینی. اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسئله هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند. و روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟ این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساسا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما می توانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش می گیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات می گیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمی شوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام می دهند و غیر از این
онҳо ба дигар кор низ машғул ҳастанд ва маблағе ки онҳо мегиранд калон нест ва он як маблағи рамзи аст. вале мо дар миқёси байналмилали равобити бештари мақомот бо намояндагони дину адиёнро мебинем ки онҳо дар пешбурди ҳуқуқҳои инсон аз ҷумла озодиҳои мазҳабӣ кӯмак мерасонанд. аз ҷумла дар доираи созмони милали муттаҳид ҳамчунин як шабакае ҳаст ки дар он ҷо намояндагони дину адиёни гуногун барои пешгирӣ ва ё мубориза бо ҷинояҳои зидди башарият, ҷинояҳои геносид ё наслкушӣ, ҷинояҳои вобаста ба барангехтани кина ва адоват ва ҳамчунин пешбурди баробарии гендерӣ кор мекунанд. мақомоти Тоҷикистон пайваста таъкид мекунанд ки дар кишвар тамоми заминаҳои ҳуқуқӣ барои таъмини баробарии мардум вобаста аз нажод, миллат, мазҳаб دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونا تا کجا درست رعایت میشوند؟ در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون می باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظررس را الحال مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش های قانون هستند که باعث نگرانی اند، مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان داده، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالتی خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الحال دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتا عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمده شود. تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟ من این مسئله را در گزارش پیشکی هم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده میرسانند. یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟ بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی به حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند. اگر از شما پرسند که یک مشکلی عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟ در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد می کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه ای که زندگی میکنند در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی
خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند. تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟ من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچند که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را بی‌واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمان با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم. گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتند شما را، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید. یک کمی جزئیات میدادید که چی را مشاهده کردید؟ وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت. The information, many of those informations that we received, we were able to witness firsthand and confirm. بعضن مسجدهایی هستند که با سببی بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکلی دیگری آنها بسته شدند، یعنی سالهاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟ Yes, and this is reflected in the preliminary report. من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم، درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد، این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامعه روند، مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهایی هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم می توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شمار مسجدها و بسته به شمار اهالی یکی از این نمونه ها است. عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما، برداشته شما؟ البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان و بسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی، باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.